آقا هر سال میره مکه، هر سال میره عمره. چه خبره؟ واجب یه بار، حج یه بار واجبه. چقدر میرید مکه؟ چرا میرید 1,500,000 خرج میکنید پولا رو تو حلقوم این وهابیای عربستان میریزید که تمام این پولا گلوله بشه تو سینه شیعه ختم بشه؟ چرا اینقدر گردن این عربا رو کلف میکنید؟ چرا اینقدر گردن این وهابیا رو کلف میکنید؟ چرا پولا رو میرید خرج عربستان میکنید؟ تو یه بار رفتی مکه بشی سر جات دیگه؟ اگه قرار شد آدم بشی میشدی، پس حالا که آدم نشدی صد بار دیگه هم که بری آدم نخواهی شد. پولاتو خرج عربا نکن. مکه ما جوانهای جامعه ما، حرم ما جوانهای جامعه ما، مسجد الحرام جوان فقیر طایفه توست که باید دورش طواف بکنی و این پولا رو خرج جوان فقیر طایفت بکنی. کجا داری میری؟ پولا رو خرج کجا داری میکنی؟ کعبه و سنگ بهانه است که راه گم نشود. آدم مکه میره که تو عرفات بره معرفت پیدا کند، تو مشعر بره شعور پیدا کند، تو منا برود تمام هواهای نفسانیشو سر ببرد، اهل دل نباشد. مکه ما جوان فقیر جامعه ماست. دست این جوان رو بگیر بذارش تو زندگی که دم چاره وای نسه دنبال ناموس مردم نگاه کنه. وقت تو هر سال میری مکه؟ کدوم مکه؟ آ کدوم مکه؟ میری مکه ای که سر موز و پرتقال دعوا کنی؟ آقایونی که مکه رفتن میدونن من چی میگم. خدا شاهده با لباس احرام سر موز دعوا میکرده به این منبر رسول، به این شب عزیز به خدمه دعوا میکردن که موزای 65 سانتی رو به رفیقات میدی؟ کوچولو موچولاشو به ما میدی؟ تکنی ما خنیم نمیفهمیم؟ سر موز فوش پدر میدنند به هم. من به یکیشون گفتم آقا تو باید گوسفند بکشی، چرا توهین میکنی؟ مگه نمیدونی وقتی یادم محرم میشه 24 چیز برش حرام میشه، یکیش لغویات هست، چرا فوش میدی؟ گفت حاجا من پدر اینا میسوزونم یه گله گوسفندم میکشم. این حاجی ماست. این آقا رفتن مکه و بیان آدم بشه. نمیدونی تو مکه چه خبر است؟ نمیدونید. به خدا قسم اگر من یک سری از این حقایق مکه رو براتون بگم حالتون به هم میخوره از هرچه حاجی، حالتون به هم میخوره، دیگه دیدن هیچ حاجی نخواهید رفت. خدا شاهد اما نمیتونیم بگیم، دلم دستون بسته است. نمیدونی چه خبر است؟ نمیدونی. نوای اصفهانی میگه که واجب الحج شدگانی که از این بوم و برن، عازم خانه حقند و زهد بی خبرن. واجب الحج شدن امسال از مال کسان، ناکسان بین که به سوی چه کسی ره سپرن. به لحین قافل سالار ریاکار دنی، ظاهر آراستگانن ولی بدسیرند. کاش که صاعقه آید و سوزد همه را، تا دیگر شمع از این خانه به مسجد نبرند. در روایت هست از حضرت صادق پرسید، بوبسیر آن که به تاریخ زریر شمرند، که ایا زاده پیغمبر حجاج امسال، گویی از وضع صدا بیشتر از پیشترند. حضرت آنگاه دو انگشت مبارک بگشود، گفت بنگر بشرن اینان یا جانورند. بوبسیر آنگه از دیده دل کرد نظر، دید محرم شدگان اکثرشون گاو و خرن. این این روایت، دید محرم شدگان اکثرشون گاو و خرن. امام صاحب محمود مسجد الحرام نگو، بگو باغ وحش. نگاه کن یه موش سگ، خوک، شغال، گرگ، خرس، اولاد دور کعبه دارن طواف میکنن. پولای مکه رو برید خرج واجباتتون کنید، نه خرج دلتون. هر سال نمیخواد عمره برید. یور آدم شو نمیخواد مکه برید. ما زن داشتیم آقا با مانتو اومده بود مدینه به این منبر رسول الله،
آرایش کرده آقا، که اومد با آرایش کرده گردن باز سینه لخت، زن شیعه با مانتو هفت قلم آرایش کرده اومد بره تو مسجد النبی، یک زن همین زنای شرطیه عربستان قسمت زنها، با این چوب دستی چنان زد تو گردنش و پرتش کرد بیرون. او زنه نمیفهمید من چنان بدنم لرزید، دو روز بیمارستان بستری شده. فقط رفتم بالا سر این خانمی که افتاد رو زمین، گفتم به حق زهرای مرضیه خیرت زندگیت نبینی، حیثیت ایرانو خوردی بی حیا، که مکرم شما میخوان به لجن بکشونید با این کلاس بالا بودن و روشن فکریات. اینجا خانه زهراست. زنهای ایرانی رو دیدم کنار پل ایرانی ها معروف است در مکه، حاجی ها میدونن کجا رو میگم، انگشتر تو دستشون گردن، آقانه اومده بره مکه اونجا انگشتر فروشی رو انداخت، پسه میاره بفروشه، زعفرون میاره بفروشه، برای اینکه بتونه چهار تا تیکه آشغال بگیره برگرد مکه، میره اونجا آبرو میفروشه. و عربای شهوت پرست میان با دست زن ایرانی به بهانه این که انگشتر بخرن بازی میکنن، نیم ساعت یک ساعت با زن ایرانی حرفشون رو میزنن، بعدم ول میکنن میرن. اونجا آدم دلش میخواد بمیرد و نبیند این کثافت ها رو. این مکه است، این حج است، این مکه مردم است که سر اذان که میشود برن تو بازار سنی ها بنشینند، سنی عمری بره نماز بخواند، شیعه علوی تو بازار بنشیند برای اینکه پارچه فروشه بره نمازشو بخونه بیاد دو تیکه پارچه بگیره، بعدم هی را برند و سنی ها بگن کفار را ببینید. این حج ما ایرانی هاست. آی کارخونه دارا، آی سرمایه دارا، آی ثروتمند ها، آی اونایی که رزق و روزیتون وسیع است، اگر مسلمانی که هستید انکهو به نکاح در بیارید جوانهایی که فقیرن و صالحن و نمیتوانن ازدواج کنن، کسی به کسی نیست، کسی توجه به قرآن نمی کنن. قرآن گفته ما عمل نمی کنیم. انکهو فعل امر است. آقا به نکاح که در نمیاره هیچی، تازه میره یه زن دیگه برای خودش میگیره، میگه کارخونه نو، خونه نو، زن نو. ما با ازدواج مجدد مخالف نیستیم، ما که منطق عمری نداریم، که ما منطق علوی داریم، ما شیعه امیرالمومنینیم، ما با صیغه و متعه و ازدواج مجدد مخالف نیستیم، ما حرفمون اینه آقا آخر پیری معرکه گیری، خجالت نمیگه تو دیگه باید بری با اسرائیل ازدواج بفرمایی، شما دیگه باید به فکر قبر و قیامتت باشی، حالا موهات سفید شده، تازه چش دنبال زن و مردم افتاده که من چون میتوانم چهار تا زندگی رو اداره کنم برم، خجالت بکش. این اسمش خدمت نیست، این اسمش شهوت را نیست. یه زنی که 30 سال تو خونه تو، یه زنی که 20 سال تو خونه تو خون دل خورده با بود و نبودت ساخته، حالا مزد بعد از 20 سال انتظار، بعد از 20 سال صبوری، بعد از 20 سال قناعت اینه که تو هاو سرش بیاری یه زن دیگه بری بگیری، بگی این زن کهنه شده، این زن پیر شده، خجالت بکش. مرد باید وفا داشته باشه، مرد باید غیرت وجدان اخلاقی داشته باشه. بشین با همین زن